و نوروز شما هم تبریک میگم و خیلی ممنون هستم از این پیامایی که به نسیم و برای من همینطور فرستادین و نتونستیم به همه تبریک بگیم. فقط امروز از اینجا از طرف نسیم و من تشکر میکنیم از هر اسمسی که برای ما زدیم. هفته گذشته همینطور که برادرمون آرش بود یک موضوع یا خودش چطور گفت؟ موضوع سخت بود. سخت نبود، وحشتناک بود عزیزان. جهنم یه جای وحشتناکی هست و به این خاطر هفته گذشته که در مورد این صحبت کردیم، تصویر تو، تصور تو در مورد جهنم چیه، امروز میخوایم نگاه کنیم که تصور تو از بهشت چیه. برادرمون سینا، الان اگر اینو بندازی خیلی خوشحال میشم، مرسی. تصویرت از بهشت چیست؟ تا میخوایم بریم به آسمون، به بهشت، میخوام کوتاه دوباره یادآوری کنم این عشقی که عیسی مسیح برای تک تک ما داشت. و اونجا هفته گذاشتم اینم اینجا گفتم و نوشتیم و اینجا اعلام کردیم، اگر ما مکان را نشناسیم از کجا عیسی ما را رها و آزاد کرد، ارزش محبت او و نجات رو نخواهیم شناخت. برادر سینا میتونیم؟ خیلی ممنون. اگر ما مکان رو نمیشناسیم، پس ارزشش رو نمیدونیم از کجا، از جای وحشتناک ابدی ما رو آزاد کرده. و این نشانه اینه با چه محبتی خدا ما رو دوست داره که آسمون رو ترک کرد و ما رو نجات بده. و همینطور هم گفتیم که عیسی به خاطر ما همه دردها، رنجها، شکستها، همه چی رو تحمل کرد، مبادا ما رو به جایی برسیم که برای همیشه از او جدا بشیم. جهنم یعنی جدایی ابدی از خداست. به این خاطر مبادا ما به جایی برسیم که برای همیشه از خدا جدا شویم. و همینطور هم چه هزینه ای او پرداخت کرده که ما رو به بهشت بیاورد. و هفته گذشته در مورد جهنم صحبت کردیم و امروز در مورد بهشت میخواییم صحبت کنیم. و هفته گذشتم در این قسمت هم گفتم ما زمانی که این برای ما باز بشه که از کدوم مکانی عیسی مسیح ما رو رها کرده، آزاد کرده، دیگه واقعا زندگیمون باید فقط پر از پرستش و شکرگزاری باشه. و همینطور هم هفته گذشتم گفتم برای کسانی که نبودن، خدای ما جهنم رو چیز نکرده، خلق نکرده برای ما، بلکه برای شیطان و تمام دیوها، نیروهای تاریکی. فقط همینطوره که به افرادی که عیسی مسیح رو قبول نمی کنن، محبت او رو قبول نمی کنن و همینطور هم این دعوت خداوند رو قبول نمی کنن، پس خودشون تصمیم می گیرن که برن توی جهنم. و هفته گذشتم در موردش هم صحبت کردیم که خدا هیچ کسی رو نمیخواد بندازه توی جهنم، فقط چون خدا همینطور این حق انتخاب رو به ما داده و هر کسی میاد به اون جلوی صلیب و اون محبت خدا و این دردها، رنجهای عیسی مسیح که برای ما کشیده رد میکنه، فقط میتونم بگم خودش داوطلبانه انتخاب جهنم رو انتخاب میکنه. جهنم و همینطور هم بهشت یک جایی هست که همه داوطلبانه اونجا میرن. یا ما به عیسی مسیح قبول کردیم و همینطوره، میگیم عیسی مسیح بیاد و خداوند پادشاه زندگی من باش، اون موقع قبول میکنم و اونجاست که کاری که عیسی مسیح کرده روی صلیب منو یک روزی میبره در بهشت که بتونم با او زندگی کنم. میخوام دوباره عزیزان متوجه بشین از کجا خداوند ما رو نجات داده. زمانی که جهنم در مورد صحبت میکنیم، جدایی کامل و ابدی از خداست، مکان ناآرامی، تاریکی کامل، بدون پای محکم، بدون جهت، محل ناامیدی مطلق، بدون ارتباط، بدون محبت، تنهایی، تاریکی ظلمت، مثل تاریکی غلیظ، مثل ظلمت، زمین سایه موت و بی ترتیب، بدون مشارکت. اونجا در جهنم هیچ کسی نمیتونه مشارکت با همدیگه داشته باشه، هیچ دوستی اونجا وجود داره، هیچ ارتباطی وجود نداره، تاریکی مطلقه. به این خاطر عیسی مسیح آسمون رو ترک کرد که ما رو از اونجا نجات بده. نه فقط این، بلکه ما رو ببره سمت خودش که تا ابد با او باشیم.
و این خاطر امروز می‌خوایم در این قسمت فکر کنیم. الان نمی‌دونم چه تصوری از بهشت دارین. ما معمولاً عکسای می‌بینیم یا نقاشی‌های می‌بینیم از بهشت، مثل اینکه اونجا الان توی یک هوای جایی که اینجا روی ابر اونجا نشستیم و اونجا مثل اینکه الان همینطور از یک ابر به یک ابر می‌پریم و این یک چیزایی هست، نقاشی‌هایی هست که توی دنیا از این فرقه بیشتر از فلسفه یونانی به وجود آمده و به این خاطر ما فکر می‌کنیم بهشت اونجاست. فقط کلاً میتونم بگم که اشتباس. بهشت در یک زمین جدید رخ خواهد گرفت. در مکاشفه باب 21 آیه 1 آماده هستین؟ یه تصویر درستی داشته باشیم از بهشت. من همینطور که با نسرین صحبت کردم گفتم که به هر حال جهنم رو میتونیم یک کم درک کنیم، چون واقعا توی دردها زندگی میکنیم. ما میتونیم الان ببینیم که زمانی که درد به کمال رسیده چیه. فقط زمانی که در مورد بهشت صحبت میکنیم، یعنی یک مکانی هست که کسی از ما ندیده. چطور میتونیم بهشت رو توضیح بدیم؟ چطور میتونیم واقعا درک کنیم این مکانی که خداوند برای ما آماده کرده است؟ حتی که پولس هم میگه نه چشمی دیده و گوشی نشنیده چیزی که خدا برای ما آماده کرده. ما فقط میتونیم بگیم، یعنی باور کنیم به کلام خدا و دعوت خدا رو قبول کنیم و یک روز یه چیزی خواهیم دید که فوق از فکرهای ماست، اونقدر زیباتر، پر جلالتره. حتی هر چقدر ما سعی کنیم بهترین، زیباترین چیز رو تصور کنین، جلوی اون کاری که هست که عیسی مسیح، مکانی که آماده کرده، هیچ چیزی هست. آمین. هیچ انسانی نمیتونه تصور کنه این زیبایی خدا رو، این شکوه خدا، این مکانی که خداوند برای ما آماده کرده. بالا بریم توی مکاشفه باب 21 آیه 1. اینجا میگه که و اینجاست که یوحنا این تصویر رو میبینه و دیدم آسمونی جدید و زمینی جدید، چون که آسمون اول و زمین اول درگذشت، رفت، وجود نداره و دریا دیگه نمی باشد. پس اینجا نگاه میکنی ببینی که خدا آسمون و زمین جدید رو خلق خواهد کرد. همینطور که میبینی که در زمان آدم و حوا خدا گفتی در پیدایش باب 1 آیه 1 میگه که خدا آسمون ها و زمین رو خلق کرد و بعد از این شروع کرد به آفرینش. بعد از این انسان رو گذاشت اونجا، گذاشت و گفته که آدم الان این اقتدار رو به تو میدم روی این دنیا حکومت کنی. این مأموریتی بود که آدم به دست آورده بود. فقط متاسفانه ما متوجه شدیم که آدم زمانی که گناه کرد، به هر حال یه جدایی به وجود آمد نسبت به انسان و خدا. به این خاطر الان اینجا یوحنا میاد میگه و میگه که من الان یک آسمون جدید، یک کهکشان جدید رو دیده. الان این تمام این کهکشانی که الان ما اونجا زندگی میکنیم، این دنیای از تمام این ستاره ها، همه چیز، خداوند میگه همه چی رو تازه خواهم کرد. یک کهکشان جدید میگه. اینم در عهد عتیق هم اونجا میبینیم که پیشگویی کرده خداوند. در اشعیا نبی باب 65 آیه 17 میگه که زیرا اینک من آسمون جدید و زمینی جدید خواهم آفرید و چیزهای پیش به یاد نخواهم آمد و به خاطر نخواهم گذاشت. یعنی یه چیزی هست که محو میکنه، از خودش دور میکنه و یه چیزی تازه میسازه. و اینم میبینیم که در دوم پتروس باب 3 آیه 13 اونجا پتروس هم که شاگرد عیسی مسیح بود با این امید زندگی میکرد. تو قرن اول، دوم، سوم ایماندارها خیلی زیادتر به آسمون نگاه میکردن، به این دعوت خدا، به این بهشت باور میکردن. به این خاطر میتونستن در اقتدار زندگی کنن. گوش میکنین عزیزان؟ و اینجا میگه که در دوم پتروس باب 3 آیه 13 میگه ولی به حسب وعده او منتظر آسمون‌های جدید و زمین جدید هستیم که در آنها عدالت ساکن خواهد بود. پس یک مکانی هست که خداوند
درست خواهد کرد. یعنی یک زمینی مثل الان، دنیای مثل الان، ما اونجا زندگی خواهیم کرد. تو هوا اینجا نمی پریم، از یک ابر به یک ابر، از یک ستاره به یک ستاره. یک زمین جدیدی هست، فقط در این زمین دیگه عدالت خدا وجود داره، گناه وجود نداره. همه چی در راستی، در عدالت. و این زمین جدید واقعی است، زمین پاکی است، بیگناه، پر از عدالت، بنابراین بهشتی. بهشت یه جایی نیست که مثلا بگیم همینطور هم دوباره تصویرهای ما داریم، نقاشی هایی داریم اونجا، مثلا الان درخت های زیبایی هستن و همینطور هم پرنده های زیبا و همه چی رو نگاه میکنه مثل زمان آدم و حوا، فکر میکنیم این بهشته. درسته، خدا همه چی رو خلق، همه چی رو تازه خواهد کرد. فقط اینجا آنچه بهشت را بهشت میکند، در همین مکاشفه باب 21 آیه 3 نوشته، بگه که یوحنا اینجا میگه که از تخت صدای بلند شنیدم که میگفت اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین ایشان ساکن خواهد شد و ایشان قوم او و او خدای ایشان خواهد بود. بهشت عزیزان جایی هست، جایی که حضور خداست، که از اول زمانی که آدم و حوا زندگی میکردن با خدا راه میرفتن، اونجا بهشت بود. به این خاطر خدا بهشت هم گفته بود به آدم، گفته این باغی هست به دست تو میدم، نگهداری کن، یک مأموریتی داده، اینو از دست دادم. بعد اینجا میبینیم که پس در مورد یک زمین صحبت میکنه که خداوند خلق خواهد کرد و اونجا حضور خدا خواهد آمد و این حضور خدا از بهشتی بهشتی می سازه. من بهشت رو خودم شخصا ندیدم و همینطورم گفتم هیچ کسی. فقط تقریبا 2 سال پیش بود که یک ملاقاتی که با عیسی داشتم که فقط و فقط میتونم بگم زیبایی مطلق، شکوه مطلق، که فقط اونجا میتونی خودت رو اصلا کلن فراموش کنی. اونقدر در این روح زیباییه، نه زیبایی که ما احساس میکنیم. این زیبایی یک فضاست که وارد میشی، واقعا خودت رو فراموش میکنی، فقط شکوه جلاله. ظاهرا ندیدم، فقط در روح یه چیزی بود که فقط میتونستم پرستش کنم، هیچ چیزی نمونده. حتی همینطور که میگفتم خدا من، تو مهمتر از زندگی من هستی. از اون موقع بود که اصلا کلن یه دید جدیدی، یک شاید میگم که چشیدم اون مکان رو بدون که چیزی ببینم. این چیزی هست که همونطور شایدم فکر میکنم بیشتر پولس که در مورد صحبت کرد گفته که یک بار بود که خودش در آسمون سوم اونجا خدا او رو برداشته، گفته نمیدونم چطور، با جسم بودی با روح بود نمیدونم، فقط یه جایی بودم، چیزایی دیدم که نمیتونم توضیح بدم، کلامی وجود نداره که بتونم توضیح بدم. برحال من نرفتم توی آسمون سوم، نمیدونم کجا بودم، فقط در مکسیکو رینگ در اتاق دفترم بودم، اونجا بودم و اونجا یه ملاقاتی داشتم در طول شاید 2-3 دقیقه 4 دقیقه بود، حل شدم در حضور او. وقت میگم که الان این یه چیزی هست که در این دنیا دیدم، الان در آسمون واقعا چطور خواهد بود این حضور خدا که با جلالش میاد و یه مکانی درست میکنه و اونجا ما و خدا که چشمه زندگی ماست، نور این جهان، نور زندگی ماست، خدای قادر متعال، خدای همه جا حاضر اونجا خواهد بود. اون که ابدیه، اون که محبته، مثل یه فضایی هست که فضاش محبت، وارد میشی اصلا حل میشی توی محبت. یه چیزی هست که عزیزان نمیشه توضیح داد، اینو فقط باید درک کنیم و آرزوی ما اینه که واقعا نسلین من، آرزوی ما اینه که همه ما هنوز
خودم هم اینطور بیشتر و بیشتر تو این فضا قرار بگیریم، خودمون رو فراموش کنیم، چون اون مهمتر از همه چی هست، زیباتر از همه چی هست. نمیشه توضیح داد. اکنون خانه خدا در میان ما و خدا آنجا سکونت را، سکونت اوست. ما وارد خانه خدا میشیم، بهشت اونجاست توی زمین فقط، اما این دفعه حضور خداست و اون موقع هیچ گناهی وجود نداره. در بهشت فقط افراد کامل وجود دارن عزیزان. آدم و حوا، دوباره برمیگردم، آدم و حوا این اقتدار رو داشتن، به خاطر گناه این دنیا رو خراب کردن، زیر تسلط شیطان انداختن. این دفعه خدا یه بهشتی درست میکنه برای افرادی که در قلبشون اونجا تبدیل شدن. الان این دنیا رو که نگاه میکنیم، تمام این سیاستمداران، تمام این ایدئولوژی ها همه سعی میکنن یک دنیایی درست کنن که صلح و سلامتی باشه. به این خاطر هم ضد مسیح خواهد آمد و خواهد گفت که من این صلح رو در این دنیا بین امت‌ها و بین تمام این کشورها به وجود خواهم آورد. فقط اونجا شکست خواهد خورد. نه کمونیست، نه سوسیالیسم، مسلمان فارسی چی میگن، هیچ فرقه، هیچ سیاستی نمیتونه این اتحاد رو و این دنیا رو دنیای صلح بکنه. بعد زمانی که عیسی مسیح آمد قلب ما رو تبدیل کنه، نه محیط رو. متوجه هستین عزیزان؟ عیسی مسیح آمد قلب‌های ما رو تبدیل کنه، ما رو آماده بکنه برای یک بهشتی که واقعاً بهشت، یعنی حضور خدا اینجاست. خدا، عیسی محیط و ایدئولوژی یا سیاست رو تغییر نداد، بلکه یک انسانی جدیدی خلق کرد. به این خاطر ما میگیم ما یک خلقت تازه هستیم، دیگه در تاریکی نیستیم. هر کسی عیسی مسیح رو عنوان خداوند قبول میکنه، خدا زندگیش رو یکم عوض نمیکنه، بلکه از او یک خلقتی تازه میکنه که یک روز بتونه وارد این بهشت بشه، چه هیچ گناهی، چیزی بدی اونجا وجود نداره. به این خاطر عیسی مسیح اینجا میگه آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدایم، اینجا نوشتم، بهشت رو نمیتواند دید. آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدایا، داخل بهشت شود. بهشت یه مکانی هست که فقط افرادی کامل میتونن وارد بشن و اونجا زندگی کنن. یک شخصی وارد بشه در این بهشت، یک گناهی کوچیک داشته باشه، دیگه اونجا این بهشت رو دوباره به جهنم تبدیل میکنه. پس خدا، کار عیسی مسیح عزیزان این در این دنیا اینطوری بود، آمده این دنیا اول همینطور که گفته از ما رو از جهنم ابدی آزاد کنه، نه فقط بتونی اینجا بذاره که بگی الان زندگی نرمالی بتونی داشته باشی و بتونی الان دنبال خودخواهی خودت باشی یا دنبال ملکوت خودت باشی، بلکه آمد اینجا ورداشت و ما رو آماده میکنه برای یک بهشته که اونجا خودش حضور داره. خدا رو خواهیم دید، اون بره خدا اونجا خواهیم دید و جلوی او خواهیم پرستش کرد. اینه که خداوند ما رو آماده کرده. یک انسانیت جدید از طریق اخلاق، از طریق معنوی، از طریق روحانی، از طریق فکری، از طریق زیبایی، از طریق عاطفی و همینطور هم جسمانی، یعنی بدن، همه چیز کامل. میتونی تصور کنی چقدر زیباست؟ هیچ چیزی بدی در تو وجود نداره دیگه، حتی فکر بدی وجود نداره. در این بهشت زمانی که اونجا میریم، اونجا با هم دیگه ملاقات داریم،
هیچ رقابتی وجود نداره، هیچ دشمنی وجود نداره. همه ما میدرخشیم در بهشت، اونجا خواهیم دید که چقدر زیبا منو خدا خلق کرده و همه منحصر به فرد و هم دیگر رو نگاه میکنیم، خدا رو شکر میکنیم، پرستش میکنیم، بگید چقدر زیبا کرده، چقدر زیبا هستی، چقدر پرشکوه هستی، و هم دیگر رو اینطوری نگاه میکنیم. این بهشته که در این دنیا هنوز نیست. هنوز در یک دنیای زندگی میکنه. فیض خداست اینجا که ما رو هدایت کنه، محبت کنه. شکست میخوریم، فقط خودمون رو بنا میکنه، دوباره میگه ادامه بده، ادامه بده، آماده بکن خودت رو برای یک بهشت که واقعا اونجا هستم، که یک روز واقعا به کاملیت برسیم و این فرایند در بهشت به کمال خواهد رسید. این کاملیت، هیچ کسی در این دنیا کامل نخواهد شد. فقط زمانی که در حال پیروی کردن هستیم، در راه خداوند هستیم، به این خاطر کلیساها، شبانا، خادمی میگیم که عزیزان این امید رو از دست ندین، برین جستجو کنین، یک چیز خیلی بهتر زیباتری منتظرش ماست که فوق از فکرهای ماست. ما در این دنیا محدود هستیم، یک مکانی آماده کرده، هیچ محدودیتی وجود نداره. اینو فقط زمانی که میشنویم ما باید بریم تو، ما باید واقعا شروع کنیم برای این دعا کردن، چشمو بدنی تصور کنین و کتاب مقدس و مخصوصا خدا این فیض رو بخشیده به ما، این کتاب مکاشفه رو داده که آینده تو رو ببینی، زیبایی خدا رو ببینی، که خدا چه مکانی آماده کرده برای ما. و جالبش اینه که مکان رو آماده کرده، خودش آمده، خودش هم با خون خودش باز خرید کرده، روح القدس رو به در ما دمیده و میگه که او کمک کننده تو، تسلی دهنده توست، او به تو کمک میکنه، آماده میکنه برای اون بهشته که یک روز وارد بشی با اون زندگی کنی. هیچ ترسی وجود نداره، هیچ نگرانی وجود نداره اونجا. در اینجا ما کوشش میکنیم، فقط همینطور گفتم این فرایند در بهشت به کامل یا به کمال خواهد رسید. در اول یوحنا باب 3 آیه 2 تا 3 اینجا صحبت میکنه و اینجا نشون میده کی ما تبدیل میشیم، یا تبدیل میشیم ببخشید، کی ما واقعا کامل خواهیم شد. و اینجا میگه که ای حبیبان، الان فرزندان خدا هستیم، الان در دنیا هستیم و هنوز ظاهر نشده هست که آنچه خواهیم بود. ما هنوز فرزندان خدا هستیم، هنوز به خودمون نگاه میکنیم، نمیدونیم هنوز چی خواهیم شد، لیکن میدانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. زمانی یک روز جلوی خداوند اونجا خواهی ایستاد و در این دنیا کوشش کردی، دنبالش رفتی، همینطور هم گفتی و هر کسی این امید رو بر وی دارد خود رو پاک می سازد چنان که او پاک است. از عزیزان، ما در این دنیا هستیم که خودمون آماده کنیم. خدا رو شکر خدا ما رو آزاد کرده از شریعت و همینطور گفتم روح القدس رو به ما بخشیده. من باور میکنم که من یک روز کامل بدون عیب جلو خداوند خواهم ایستاد، چون باور میکنم این روح القدس که در من داده شده که من اونجا هدایت کنه. و منم میگم خداوند من میخوام، من میدونم تو قادر هستی این کاری که در من شروع کردی به پایان برسونی. آمین خداوند، برای این زندگی میکنم، چشمم میذارم روی اون آسمون، اون بهشت، اون حضور خدا. دنبال بهشتم حتی نیستم، دنبال اون خدا هستم که در اونجا بهشته. گوش میکنین عزیزان؟ به این خاطر در زیباترین چیزی که دعوتی که خداوند ما رو دعوت کرده اینه که در این امید ما زندگی کنیم، به آسمون نگاه کنیم، به بهشت، به اون خدایی نگاه کنی که اون ما رو خوانده و همه چی رو آماده کرده.
به این خاطر ما فرزندان هستیم اینجا، هم میتونه ما میدونیم ما فرزندان خدا هستیم. هنوز نمیدونم، یک روز جلوی خداوند اینجا خواهی ایستاد عزیزان، اون موقع هست که واقعا درونی خواهیم دید چقدر عالی پرشکوه خدا تو رو خلق کرده. و برای اینم لذت نمیبری، که برای لذت میبری از این خدایی که تو رو عاشقانه دوست داره و این راه رو به خاطر تو رفته، اون بره خدا که اونجا نشسته دستاش سوراخ، یه بدنی با بدن عیسی مسیح قیام کرد. به این خاطرم ما هم باور میکنیم که یک روز بدنای ما همینطورم قیام خواهد کرد. فقط این دفعه هیچ پشمردگی توش نیست، ابدیه. هیچ کسی هم احتیاج نیست دیت بکنه که لاغر بشه، اینجا همه چی کامل. لذت میبری از خودت، میگی که مرسی چقدر عالی خداوند، خداوند چقدر عالی تو خلق کردی، چقدر زیبا، مثل یک چی میگن، یک گلهایی از بلومنشتراس، چی میگن فارسی، دسته گل، همه منحصر به فرد، همه زیبا، همه با عطرهای خودشون. این چیزایی هست که خداوند آماده کرده و یه دونه از این گل هستی تو این دست گل، و خدا فخر میکنه. به این خاطر بهشت فقط افرادی کامل در بهشت وجود خواهند داشت. بهشتی دنیای واقعی و بهشتی جدید خداست. من شاید سه هفته بعد که دوباره نوبت من هست، نوبت من برای چیز موعظه هست در مورد اورشلیم سماوی صحبت خواهم کرد. اونجا خواهیم دید که یعنی فقط میتونم بگم دهنمون باز میمونه. دنیایی هست، دنیای مثل اینجا، فقط خیلی بزرگتر، عظیمتر. و اونجا خواهیم دید که چطور اورشلیم سماوی، الان در این دنیا هم الان یه اورشلیمی هست که اونجا معمولا عیسی مسیح باید حکومت میکرد، یعنی قوم اسرائیل بوده که خداوند خوانده، فقط اینجا و الان میبینیم که همه چی برای نابود شده، فقط باور میکنیم به عیسی مسیح خواهد آمد و به این اورشلیم این دنیا اینجا خواهد نشست و هزار سال حکومت خواهد کرد. فقط خدا یک اورشلیم سماوی آماده کرده برای ما، در موردش صحبت خواهم کرد. و توی یک دنیا همینطور مثل اینجا، فقط به هر حال یک طبیعتی، یک چیزایی به وجود خواهد آمد که حتی این طبیعت این دنیا رو نگاه میکنیم لذت میبریم. نه، فقط اونجا یه چیزی خواهیم دید که واقعا فکر میکنم از صبح داشته فقط همینطور خواهیم رفت، چون این دنیایی که الان ما هستیم، تمام طبیعت، تمام حیوانات رنج میکشن، درد میکشن به خاطر گناه، به خاطر اینکه لعنتی که روی این دنیا آمد، همه رنج میکشن. در رومیان باب 8 آیه 20 اینجا میگه که زیرا خلقت مطیع بطالت شد، نه به اراده خود. حیوانات گناه نکردن، طبیعت گناه نکرده، بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید. آدم و هوا بودن که این گناه رو کردن و این دنیا زیر تسلط شیطان انداخت، همه چی رو خراب میکنه، و انسانی که این دنیا رو خراب کرده. الان میبینید که هوای این دنیا چطوره، همه چی، تمام طبیعت به هم خورده، آدم همه چی رو خراب میکنه، طبیعت رو خراب میکنه، از حیوانات که کشته برای انس، برای خودش چیزهایی درست میکنه، لباسهایی درست میکنه، درد میکشه. و اینجا میگه که به هر حال تمام خلقت همینطور درد و رنج میکشه، فقط اینجا میگه که در آیه 21 در امید که خود خالق، خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت.
تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شوند. یک روز خداوند یک بهشتی که خواهد ساخت، اونجا همه چی بهشتی خواهد بود، تمام طبیعت بهشتیه، تمام حیوانات بهشتی خواهد بود. خوشحال هستین عزیزان؟ یا فکر میکنی یه افسانه است، در مورد یه افسانه صحبت میکنم؟ آخه یه چیزی هست که واقعا خیلی سخت تصور کردن. بعضی وقت واقعا احساس میکنیم یعنی شاید یک آرزوی هست. و اونجا هم همینطور، در اون بهشتی که اونجا خواهیم بود، اونجا هم همینطور که زمانی که خدا به آدم و حوا گفته که این باغ رو بردار و همینطور نگهداری کن، اون موقع فکر نکنید که ما توی آسمون الان بیکار خواهیم شد، اونجا میشستیم و همین میشینیم و اونجا فقط در ابدیت اینطوری از یک همینطور گفتن از یک ابر به یک ابر اونجا پرواز میکنیم. نه، اونجا ماموریتی داریم، همه مقام هایی اونجا وجود دارن. الان فقط سعی کنین اینطوری نگاه کنین، سعی کنین تقریبا این دنیا رو نگاه کنین، همه جمعیت، همه هم کارهای خودشون رو انجام میکنن، فقط همه آدم ها پاک و بی عیب. ترس وجود نداره، دزدی وجود نداره، جنایت وجود نداره، دروغ یخته، صداقت، راستی. به چشما نگاه میکنی همه چی پاک. چقدر عالیه، نه؟ به این خاطر آلمانی میگن که هیمل آف ایردن، یعنی مثل این که آسمون آمده زمین. و در بهشت همینطور خواهد بود. خدا زمین رو آماده میکنه و بعد از این خودش میاد و اونجا ساکن میشه. به این خاطر ما همه ما خوانده شدیم. به این خاطر عزیزان دائما ما خادمین شبانان به شما میگیم عزیزان، خدا شما رو خوانده. خواندگی شما خواندگی بزرگ یک انسان تو رو نخوانده، بلکه خدا تو رو خوانده، بها رو پرداخت کرده، همه کار رو انجام داده. اگر اونجا در این آسمون، در این بهشت اونجا خدمت هایی هست، فتما اینجا در این دنیا ما تمرین میکنیم، خودمون رو آماده میکنیم. هر خدمتی که اینجا انجام میدیم در وفاداری برای عیسی مسیح، هر چیزای انجام میدیم، یا این نشانه اینه که یک روز در ملکوت یا در بهشت اونجا همه ما یک مقامی، یک جایی هست، جایگاهی هست که اینجا خدمت خواهیم کرد. اینو میخونیم در مکاشفه باب 5 آیه 9 تا 10 اینجا میگه و سرود جدید میسرایند و میگویند تو سزاوار گرفتن توماری و سزاوار گشودن مهرهای آن، چرا که ذبح شدی. در مورد عیسی مسیح برای خدا صحبت میکنه و با خون خود مردم رو از هر طالفه و زبان و قوم و ملت، افغان، ایرانی، انگلیسی، ما همه قوم ها برای خدا خریدی و ایشان رو برای خدای ما پادشاهان و کهانت ساختی که خدمتگزار خدا خدای ما باشند و اینها بر زمین کجا؟ بر زمین کجا؟ بر زمین سلطنت خواهند کرد. یک بار زمانی که عیسی مسیح برگرده این ملکوت 1000 سالی رو شروع کنه، اونایی که وفادار در این دنیا خودشون رو سپردن به خداوند، تبدیل شدن، اونها با عیسی مسیح اینجا حکومت خواهند کرد. و بعد از اینم زمانی که خدا بعد از 1000 سال، اون موقع شیطان دوباره میاد در این دنیا و خدا اجازه رو میده عیسی مسیح، و بعد از این خداوند میگه که با یک نفس خود شیطان رو میندازه توی جهنم، و بعد از این تمام این دنیا، تمام این کهکشان رو خداوند همه چی رو میکساره کنار و یعنی خراب میکنه. الان چطور نمیدونم، فقط اونجاست که یک کهکشان تازه درست میکنه و اونجا هم این کره زمینه که آماده کرده، خیلیش پرشکوه‌تر، بزرگتر خواهد بود. با اونجا خدای خداست که میاد اونجا سکونت میکنه و ما هم با او زندگی میکنیم. به این خاطر ما اونجا مقام هایی خواهیم داشت، دنیایی خواهیم داشت.
خوبیش اینه که الان نمیدونم بعضی وقت اینطوری فکر میکنیم شاید توی آسمون الان شاید خیلی خسته کننده میشه، الان مثلا در این دنیای ما هستیم برای این احساس خسته کننده میکنیم، نه فقط در این دنیا اینطوری است که مثلا همینطور نگاه بکنیم مثلا به مود، زمانی که یک مودی هست ما یه چیزی رو میشه بعد از یک مدت خسته میشیم، الان میخوام یه چیزی تازه، همه فقط دائما ما در این حالی هستیم که تازه بشه و هیچ موقع هم اینجا ارضا نمیشیم. در آسمون همه چی فرق میکنه، اینجا هیچ خسته کنندگی وجود نداره، تو یک فضایی قرار گرفتی که ما اونجا فکر نکنیم ما کامل شدیم دیگه الان به یه چیز رسیدیم، اونجا هنوز هم هست، هنوز چیزایی یاد خواهیم گرفت چون ما وارد خدا شدیم. اونجا خدا رو اینطوری نمیگیم آها الان من خدا رو شناختم، چون امکان و پتانسیال در بهشت تمام نخواهد شد. 1,000,000 سال، 2,000,000 سال، 3,000,000 سال، 10,000,000 سال اونجا هست، ابدیتی هست دیگه، خستگی وجود نداره. نمیدونم میتونی تصور کنی؟ هیچ موقع جای نرشی وای دیگه خسته شدم، هیچ موقع اینو نخواهی گفت، همه چی تازگیه. من باور میکنم، حس میکنم یه چیزی از یه فضایی هست که ما نمیتونیم تصور کنیم، فقط اونجا اینطوریه. در این دنیا به هر حال همه چی محدود است، به این خاطر خسته کننده هست، فقط در خداوند دیگه اونجا همه چی تازه هست و اونجا فیض خدا هم ادامه خواهد داد. فیض خدا زمانی که ما معمولا اینطوری فکر میکنیم زمانی که در این دنیا هستیم و یک روزی که بمیریم و الان میریم تو بهشت دیگه فیض خدا تمام میشه، نه عزیزان، فیض خدا ادامه داره. در افسسیان باب 2:7 میگه که و با او برخیزانیده و در جاهای آسمون در مسیح عیسی نشانید، یعنی ما رو برده در جاهای آسمونی که با عیسی مسیح اینجا بشنیم، تا در چی؟ عالمهای آینده، زمانهای آینده دولت بی نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد. یا اینجا ترجمه چیز ده، تا ثروت عظیم و بی قیاس فیض خود. متوجه شدین؟ فیض خدا تمام نمیشه. ما فقط در این دنیا فیض رو میشناسیم، فیض نجات رو میشناسیم، فیض حفاظت رو میشناسیم، فیضی میشناسیم که خداوند همینطور به ما فیض میبخشه که بتونیم خدمت کنیم. اما حتی عنوانی بیشتری نیز وجود داره، فیض خدا در آسمون که ما هستیم، در بهشت هستیم، فیض خدا که سلطنت ابدی رو قادر می‌سازه، فیض خدا که امکان شناخت ابدی خدا رو فراهم می‌کنه، فیض خدا که امکان لذت ابدی بهشتی رو فراهم می‌کنه. دائما در حال فیض هستیم و خیلی چیزهای دیگه. تمام نمیشه. ای خداوند، یه چیزی که الان شاید ما میتونیم اینجا شاید بهتر چی میگن لمس کنیم، الان بیشتر به قلب ما الان میشینه، شاید در همینطور مکاشفه 21:4 میجای و خداوند هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد. الان میتونیم تصور کنیم، چون اشکا رو دردها رو کشیدیم، نه الان میتونیم تصور کنیم، میگم چیزای منفی رو خیلی زیبا میتونیم تصور کنیم، چیزای خوب رو هنوز اینطوری نمیتونیم تصور کنیم. و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگه رو نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اول درگذشت.
تمام دردهایی که ما در این دنیا کشیدیم عزیزان. شاید ما خودمون هم اینطور دیگران درد به وجود آوردیم. قلبایی که زخمی شده. افرادی هستن که به ما خیانت کردن. ما دعا میکنیم ای خداوند چرا تو اجازه دادی؟ چرا این اتفاق افتاد؟ حق من پس کجاست؟ نه اینطوری دعا نمی کنیم؟ درد نمی کشیم؟ نمیدونم من اینطوری هستم. هرحال اینطوری هست که ما بعضی وقت چیزایی نمی فهمیم. فقط اونجا وعده خداوند وعده میده میگه که در تمام زندگی تو، تمام دقیقه ها، ثانی هایی، تمام اشکایی که تو ریختی، تمام خیانت هایی که به تو شده، تمام ناعدالت هایی که به تو شده، پدر میگه که من همه چی رو پاک خواهم کرد. در حضور من سالم خواهی شد. به این خاطر بعضی وقت در این دنیایی که ما هستیم اتفاقی میفته، کیست که من بیشتر، کیست که از دردهای من رو بدونه؟ فقط خدا میگه که من میدونم و یک روز حضور من تو رو شفا خواهد داد. حضور من تمام این ناعدالتهایی که به تو شده، تمامی که ظلمی به تو شده، مخصوصاً افرادی که به خاطر مسیح توی زندان هستن، شکنجه دیدن، چه تسلیهایی به دست خواهند آورد. به این خاطر امروز هم خدا میخواد به تو بگه، به آسمون نگاه کن، به من نگاه کن. یک روز هر دردی وجود داره، هر نالهی که کشیدی، هر چیزایی که احساس کردی که من نمیشنوم، من شنیدم الان در حضور من، در این بهشته که من تو رو تسلی خواهم داد. و همینطورم در این راهیم که هستیم با عیسی مسیح زندگی میکنیم، به هر حال سخته، بعضی وقت واقعا فشارهایی هست. و خود پولس هم که الان میبینی چقدر بها پرداخت کرده، چقدر زندگی خودش رو، زندگیش رو، روزهاش رو، ساعتاش رو، همه چی رو برای عیسی مسیح اینجا گذاشته. و اینجا میگه که در رومیان به 8:18 میگه که زیرا یقین میدارم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچی هست. این ده تسلی است الانم برای ما عزیزان. هر جایی که قرار گرفتی بدون که خدا میدونه، هر جایی که تو که کسی ظلم کردی، برو زود مشکل رو خودتو حل کن. این آینده ماست عزیزان. این بهشتی هست که خداوند برای ما آماده کرده. این حیاتی هست که منتظر تک تک ماست، که منتظر افرادی هستن که عیسی مسیح رو عنوان خداوند قبول کردن، گناهاشون آمرزیده شده و تولد تازه رو به دست آوردن. به این خاطر دوباره میگم، عیسی مسیح میگه که اگه از سر نو متولد نشی، مولود متولد نشید، نمیتونی وارد پادشاهی من بشی. هیچ خون و جسم وارد پادشاهی خدا نمیشن یا بهش نمیشن. خدا همه چی رو فراهم کرده. ما خودمون باید آماده کنیم برای این بهشت که به وسیله روح القدس این انجام میده. خدا رو شکر میکنم برای این کتاب مکاشفه. این خدا مخصوصا عزیزان کتاب مکاشفه رو نوشته. میدونی چرا؟ چون خدا ما رو دوست داره. خدا میخواد ما بدونیم که یک چیزی عالی منتظر ماست، که بتونیم در این دنیا در شادی زندگی کنیم، در پرستش زندگی کنیم. و همینطور هم آرزویم اینم داشته باشیم. خدا من میخوام به این نگاه کنم. این وطن من عیسی تو هستی، وطن من ای پدر جان تو هستی. خودم رو میخوام آماده کنم با شکرگزاری، با تشکر. خدا من میدونم بهترین چیز رو منتظر منه. این اصلا کلن این ایمان داشتن به اون بهشتی که خدا آماده کرده برای تو یه چیزی واقعیه و در این زمین جدید اتفاق خواهد افتاد. این به ما تسلی و بنا کنه. به این خاطر عیسی مسیح چی گفته؟ گفته که در خانه پدر من منزل بسیار هست و اگر نه به شما میگفتم، میروم تا مکان برای شما آماده کنم.
و آنگاه که رفتم و مکان برای شما آماده کردم، باز می آیم و شما رو نزد خود می برم تا هر جایی که من هستم شما نیست باشین. آیا یک امید بهتری وجود داره عزیزان؟ برحال من نمی شناسم. من فقط میتونم مدیون عیسی مسیح باشم، میگم خداوند مرسی. نه فقط، اصلا کلن بهشتم برای من آماده نکرده بودی، همینطور که از جهنم منو آزاد کردی، از این جهنم ابدی منو نجات دادی. این اصلا کلن باعث میشه که تو رو پرستش کنم. هیچ چیزی هم به من ندی، چون جهنم رو دیدم و میدونم یه چیزی هم نیست برای هزار سال. تا ابد درد و رنج جدایی از خداست، جدایی از خدا، جدایی از محبت خدا، جدایی از نور خدا، ظلمت غلیظ، هیچ نظمی وجود نداره، ناعدالتی مطلق. زمانی که شرارت به کمال رسید اونجا جهنمه. گوش میکنین؟ فقط الانم خدا میگه نه فقط از اونجا عیسی مسیح از اونجا تو رو نجات دادم، بلکه یک جایی آماده کردم، یه مکانی آماده کردم، یه خونه، نه خونه دو اتاق، سه اتاق، بلکه قصری هست، اورشلیم سماوی. میگم دو هفته سه هفته دیگه صحبت میکنم، آماده کردم. برای این فقط میتونیم بگیم خداوند مرسی، تشکر میکنم، جلال رو به تو میدم خداوند، از این زندگی. همینطور که گفتید، که همینطور که خود چیز گفته بود، و هر کسی که این امید رو دارد بر وی دارد خود را پاک می‌سازد چنان که او پاک است. به این خاطر عزیزان، این یه قسمت کوچیکی بود که تونستم این در مورد بهشت، در مورد این مکانی که خدا ما رو برای ما آماده کرده توضیح بدم. الان ما میتونیم، الان که ما اینجا جمع شدیم، افرادی هم که از طریق تلویزیون نگاه میکنن یا میدیات نگاه میکنن، خب الان دو تا گروه هایی هستن، افرادی هستن که اگر واقعا عیسی مسیح هیچ آشنایی نداری و هنوز باور نداری یا هنوز این دعوت سماوی رو هنوز نشنیدی، این پیامی هست که میخوام به شما بگم، کسانی که عیسی رو نمیشناسن، عیسی مسیح بلیط بهشت رو برای تو آماده کرده. گوش کردین؟ نه شریعت، نه تو باید هزار تا کارهایی انجام بدی، بلکه باور کن به کاری که عیسی مسیح روی صلیب برای تو کرده، به خاطر تو مرده، گناه تو رو برداشته روی صلیب، روی بدن خودش، و به خاطر تو، به جای تو مرده که گناه تو از تو دور کنه، تقصیرهای تو از تو دور کنه. و زمانی که عیسی مسیح رو عنوان خداوند قبول میکنین، بگی خداوند من گناهکار هستم، احتیاج به نجات دارم و میخوام این بلیط بهشت رو میخوام از تو بگیرم، بیا و خداوند زندگی من باش، اون موقع هست. همین امروز عزیزان، اگه با تمام قلب بیای امروز، خداوند مستقیم به تو به وسیله روح القدس این بلیط بهشت رو میده، به وسیله ایمان. بعد از این دعا خواهیم کرد. و افرادی هم که الان ما هم که مسیح هستیم، خب ما چه کاری بکنیم؟ ما فقط یه چیزی هست که پنج تا نکته هایی نوشتم. ما همینطور در این دنیا هستیم، دردهایی که میکشیم، اتفاقاتی که زندگی تو زندگیمون میفته، ما خیلی خوب بهتر میتونیم درد و رنج رو تحمل کنیم، چون امید داریم برای یه چیزی بزرگتری. این دنیا امیدی نداره، این دنیا میترسه که بمیرن، یعنی خودشون بمیرن. ما نمیترسیم، ما میدونیم که با این مرگمون رفتیم بلافاصله در بهشت. یادتون از عیسی مسیح که زمانی که مرد، کسی بود در دست راستش و چپش، گفته ای خداوند رحم کن به من، من گناهکار هستم، تو به یادت باش زمانی که در
ملکوت هستی و عیسی مسیح میگفت امشب تو با من در فردوس هستی. پس ما بدون ترس زندگی میکنیم. هر روز صبح بیدار میشم با نسرین همینطورم صحبت که میکنیم، ای خداوند کی ما رو برمیداری؟ کی میتونم بمیرم؟ خسته شدم از این دنیا، فقط به خاطر تو، به خاطر کلیسا، به خاطر خدمت هایی که اینجا انجام میدی باید اینجا بمونیم که کمک کنیم. و همینطورم کلام خدا میگه که گنج هایی در این دنیا جمع نکنین، بلکه گنج هایی که در آسمون جمع کنین. ما باید واقعا کوشش کنیم دنبال این، فقط میگم که ملکوت خودمون، آسمون خودمون اینجا در این دنیا دنبالش نباشیم. منظوری نیست که تحصیل نکنی، منظوری نیست که دانشگاه نری، منظوری نیست. منظور من اینه که قلبتون باید طوری آماده کنه برای بهشت، چون هیچ کسی وارد بهشت نخواهد شد که ناکامل باشه. به این خاطر ما در این دنیا زندگی میکنیم و چشممون، روحمون باید سمت اون وطن اصلی ما باشه که خود عیسی مسیح پدر آسمونی ماست. به این خاطر کلام خدا میگه که گنجی، دنبال گنجی نباشی که زنگ میزنه و همینطورم پژمرده میشه، بلکه دنبال گنجی در آسمون باشی. هیچ کسی نمیتونه از تو بدزده. و زمانی که زندگی میکنی درست با خداوند، مطیع روح القدس هستی، هدایت میکنی، پیروی میکنی، شاگرد سازی اجازه میدی در تو انجام میشه، خودت رو، گنج های خودت رو در آسمون آماده میکنی. این وظیفه ماست. همینطورم کسی که واقعا برای آسمون فکر میکنه و برای اون آینده فکر میکنه، پس اونم احساس مسئولیت میکنه برای کار خدا در کلیسا و هر جایی که خدا من تو رو میفرسه. منظور این نیست که من به آسمون نگاه، به بهش نگاه میکنم الان میشینم اونجا منتظر هستم. نه، تمام ایماندارای گذشته اینطوری بودن، چون به آسمون نگاه میکردن و بهش نگاه میکردن و میدونستن این، با این امید، به این خاطر شروع کردن به خدمت کردن، درد کشیدن، رنج کشیدن در این دنیا که افراد زیادی چیز کنن، درو کنن برای ملکوت خدا. همینطورم ما فقط میتونیم از خداوند تشکر کنیم، شکرگزاری کنیم، در شکرگزاری زندگی کنیم، در هر غم و ترس و در ناراحتی، در فشارا فقط زبانمون بلند کنیم، تشکر کنیم، مرسی از جهنم آزاد کردی، مرسی خداوند بهترین چیز رو برای ما آماده کردی. آمین عزیزان. امیدوار هستم هر حال یه قسمتی تصوری بیشتری از ملکوت یا از بهشت، از این آسمونی که خداوند ما رو برای ما آماده کرده داشته باشین. الان میخوام دعا کنم. برای اول خوب میشه چشمونو ببندیم. کسانی که الان اینجا هستن که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردن، خداوند، یعنی من میپرسم آیا امروز که تو بمیری چشمای خودتو کجا باز خواهی کرد؟ مطمئن هستی تو حیات جاودانی رو داری یا نه؟ اگه نه، امروز دعوت عیسی مسیح، به من ایمان بیار، اعتراف کن که گناهکار هستی، من گناه تو رو میبخشم، 2000 سال پیش بخشیدم. خوب میشه همه چشمامون ببندیم. اگه کسانی اینجا هستن، خواهش میکنم همه چشما بسته باشه. کسانی که اینجا هستن که واقعا میگن کلام با قلب تو صحبت کرده و میخواییم بلیت عیسی مسیح برای بهشت به دست بیاری، در قلبت میدونی که الان امروز بمیری، اگه مطمئن نیستی و میخوای بلیت رو دریافت کنی، میتونی همینطور دستتو بلند کن، بگی من میخوام. کسانی که به عیسی ایمان نبودن، کسانی که ایمان رو بودن به عیسی مسیح، بلیت رو دارین دیگه. کسانی که واقعا میگن من احتیاج به نجات دارم، میدونم که الان بمیرم، نمیدونم کجا خواهم رفت، مرسی.
دعا میکنم خداوند الان این دستا رو تو میبینی خداوند، از این قلب های اطلاع داری خداوند. حالا من یک دعایی میکنم، میتونیم دعا رو، شاید بتونیم همه با هم این دعا رو بکنیم، دعای توبه و بازگشته. بگیم عیسی مسیح، میتونیم بلند طوری بگیم که خودتون صدای خودتو بشنه، میگین عیسی مسیح اعتراف میکنم که گناهکار هستم، من خدای خودم هستم، باور میکنم که روی صلیب به خاطر گناه من تو اونجا کشته شدی، و جلوی تو توبه میکنم، منو ببخش، بیا منو پاک کن با خونت، و میخوام امروز تو رو عنوان خداوند من میخوام در قلب من بپذیرم. قلب خودم برای تو باز میکنم، بیا در اینجا ساکن باش و حاکم باش. و این بلیط بهشت رو به وسیله روح القدست به من ببخش. مرسی که منو قبول کردی و دعای منو شنیدی. آمین. همینطور خدا من دعا میکنم برای ما که خدا من اینجا جمع شدیم. خدا من کمک کن، روح القدس کمک کن که واقعا چشمای خودمون رو بیشتر و بیشتر از این ساختن بهشت خودمون در این دنیا خدا من ورداریم و به بهشت واقعی نگاه کنیم که تو اونجا ساکن هستی، تو اونجا حاکم هستی. خدا من دعا میکنم ما رو در این قسمت عیسی جان ببخش که چشمای خودمون خیلی زیاد توی دنیاست، اینجا همه چی رو بسازیم درست کنیم. بیا خدا من، بیا منو کمک کن، این شادی رو در قلبای ما بکسار خداوند، که از امروز به بعد واقعا در شادی، در پرستش با امید بتونیم زندگی کنیم خداوند. و همینطورم رو خودمون کار کنیم یا خودمون برای اون بهشت آماده کنیم. ممنون هستیم خداوند که این دعای ما رو شنیدی. جلال رو به تو میدیم، در نام تو عیسی مسیح هم دعا میکنیم. آمین. Amen.